سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خیلی خوب و عالی و خفن باشین. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. قبل از هر چیزی لطفا ویدیو رو لایک کنین، واسه دوستاتون بفرستید، چنل سابسکرایب کنین و اگر هم دوست داشتین یه کامنت هم بذارین واسه هم خیلی متشکرم. امیدوارم از ویدیو لذت ببرید. دمتون خیلی گرمه. لیورپول و وولورهمپتون با نتیجه 3-1 به نفع لیورپول پایان یافت. وولورهمپتون با ترکیب 4-3-3 به میدان اومد. روز صاف درون دروازه ایگنوری، یلمان، داسون، سمدو، دفاعها، لمینا، بلگارد، گومش، آفوکا و نتو، کانیا، هیچان خط حمله رو تشکیل میدادن. لیورپول هم با سیستم 4-3-3 به میدون اومد. آلیسون بکر درون دروازه، ماتیپ، کانسا، رابرتون، جو گومز، دفاعها سوبوسلای، مکالیستر، جونز، هافبک محمد صلاح، هاکپو و دیگو ژوتا خط حمله را تشکیل میداد. در دقیقه 7 بازی هیچان روی پاس گل پدرو نتو برای وولورهمپتون گلزنی میکنه. در دقیقه 55 رودی گاکپو روی پاس گل محمد صلاح برای لیورپول گلزنی میکنه. در دقیقه 85 اندرو رابرتسون روی پاس گل محمد صلاح گلزنی میکنه برای لیورپول و در دقیقه 90 وقت اضافه الیوت روی پاس گل محمد صلاح برای لیورپول گلزنی میکنه تا در مجموع لیورپول 3-1 این بازی رو پیروز بشه. آمار مسابقه مالکیت توپ 68-32 برای لیورپول، کارت زرد 2-1 لیورپول، کارت قرمز نداشتیم، موقعیت گل 16-11 لیورپول، کورنر 4-4 مساوی، خطا 11-4 وولورهمپتون، ضربه آزاد 12-4 لیورپول، آفساید 1-0 وولورهمپتون، شوت در چارچوب 6-2 لیورپول، مهارت توپ 3-1 وولورهمپتون. منچستر یونایتد برایتون با نتیجه 3-1 به نفع برایتون به پایان رسید. منچستر یونایتد با ترکیب 4-2-3-1 وارد بازی شده. اونا درون دروازه رگیلون، مارتینز، لیندلوف و دالوت، دفاعها مکتامینای، کاسمیرو، رشفورد، اریکسن، برونو فرناندز و هویلاند. در طرف دیگه برایتون با سیستم 4-2-3-1 وارد بازی شده. استیل درون دروازه بنهیک، دانک، لمپتی، بلتمن، راس، داهود، لالانا، میتوما، آتینگرا، ولبک. در دقیقه 20 دنی ولبک روی پاس گل سیمون آدینگرا برای برایتون گلزنی میکنه. در دقیقه 40 رونو سویلند برای منچستر یونایتد گل میزنه و بعد از چک در وی آر این گل قبول نمیشه. در دقیقه 53 راس روی پاس گل تاره برای برایتون یک گل دیگر به ثمر میرسه. در دقیقه 71 پدرو روی پاس گل تاره یک گل دیگر واسه برایتون به ثمر میرسه و نتیجه رو 3-0 میکنه. در دقیقه 73 مجبری روی پاس گل لیساندرو مارتینز یک گل رو واسه منچستر یونایتد به ثمر میرسونه و در نهایت با بازی با نتیجه 3-1 به نفع برایتون به پایان میرسه. آمار بازی مالکیت توپ 57-43 برای برایتون، کارت زرد 2-2 کارت قرمز نداشتیم، موقعیت گل 14-10 برای منچستر یونایتد، کورنر 8-1 یونایتد، خط 9-8 برایتون، ضربه آزاد 12-10 برایتون، آفساید 4-1 منچستر یونایتد، شوت در چارچوب 4-8 برای برایتون و مهار توپ 5-3 برای منچستر یونایتد. منچستر سیتی وستهم با نتیجه 3-1 به نفع منچستر سیتی به پایان رسید. وستهم با سیستم 4-1-4-1 وارد بازی شده. آروئلا درون دروازه، پالیمری، آگر، زوما، کوفال، آلوارز، تروز، سوچک، وون، پاکتا، آنتونیو بازیکنهای وستهم. در سمت دیگه منچستر سیتی 4-2-3-1 وارد بازی شده. ادرسون مورو از درون دروازه، آکانجی، دیاز، گواردیول، واکر، روتری، سیلوا، آلوارز، دوکو و فیل فودن و ارلینگ هالند بازیکنهای منچستر سیتی. در دقیقه 36 کروز روی پاس گل کوفال یک گل رو برای وستهم به ثمر میرسونه. در دقیقه 46 دوکو روی پاس گل آلوارز یک گل رو برای منچستر سیتی به ثمر میرسونه و نتیجه رو 1-1 میکنه. در دقیقه 76 سیلوا روی پاس گل آلوارز یک گل دیگر برای منچستر سیتی به ثمر میرسونه و نتیجه رو
2-1 میکنه. در دقیقه 86 ارلینگ هالند روی پاس گل پررا رسید و گل سوم منچستر سیتی رو به ثمر میرسونه و در نهایت بازی با نتیجه 3-1 به نفع منچستر سیتی به پایان میرسه. آمار مسابقه: مالکیت توپ 69-31 برای منچستر سیتی. کارت زرد 3-2 وستهم. کارت قرمز نداشتیم. موقعیت گل 29-6 برای منچستر سیتی. کورنر 11-4 منچستر سیتی. خطا 11-7 منچستر سیتی. ضربه آزاد 11-8 وستهم. آفساید 1-0 وستهم. شوت در چارچوب 15-3 منچستر سیتی. مهار توپ 12-2 وستهم. لالیگای اسپانیا: رئال مادرید رئال سوسیاداد با نتیجه 2-1 به نفع رئال مادرید به پایان میرسه. رئال مادرید با سیستم 4-3-1-2 به زمین اومد که پاریز بالا با درون دروازه گارسیا، آلابا، رودیگر، کارواخال، کروز، شومنی، والورده، بلینگام، فوسلو و رودیگو بازیکنان رئال مادرید. در طرف دیگه رئال سوسیاداد با سیستم 4-3-3 به میدون میاد. الکس رمیرو درون دروازه، تراوره، سوبیلدیا، نرمه، تیرنی، مرینو، زوبمندی، مندز، کوبو، بارتنزا، اویازابال بازیکنای تیم سوسیاداد. در دقیقه 5 بارتزا رئال سوسیاداد رو یک گل از رئال مادرید پیش می‌نازه و در دقیقه 46 فدریکو والورده روی پاس گل فران گارسیا بازی رو 1-1 می‌کنه. در دقیقه 60 اسلو روی پاس گل فران گارسیا بازی رو 2-1 به نفع رئال مادرید می‌کنه و بازی در نهایت با همین نتیجه به پایان می‌رسه. آمارای بازی: مالکیت تو 51-49 برای رئال مادرید. کارت زرد 3-2 رئال مادرید. کارت قرمز نداشت. موقعیت گل 17-15 رئال مادرید. کورنر 4-3 رئال مادرید. خطا 13-11 رئال سوسیداد. ضربه آزاد 14-14 مساوی. آفساید 3-2 رئال مادرید. شوت در چارچوب 8-5 رئال مادرید. مهار توپ توسط دروازه‌بان 6-4 رئال سوسیداد. بارسلونا رئال بتیس و نتیجه 5-0 به نفع بارسلونا به پایان رفت. بارسلونا با سیستم 4-3-3 وارد میدون شد. مارک آندره تر اشتگن درون دروازه، الکس بالد، کریستنسن، ژول کوند، کانسلو، رومئو، دیون، گاویرا، ژو فلیکس، روبرت لواندوفسکی و فران تورس بازیکن‌های بارسلونا. از طرف دیگه رئال بتیس با سیستم 4-2-3-1 وارد بازی شده. روی سیلوا درون دروازه، بارترا، ریاز، میراندا، بیارین، روکا، آلتمیرا، ایسکو، پرز، هنریک، اوز بازیکنان رئال بتیس. در دقیقه 25 شو فلیکس روی پاس گل رومئو بارسا را یک گل پیش میندازه و رابرت لواندوفسکی روی پاس گل کریستنسن در دقیقه 32 بازی 2-0 کنه. در دقیقه 62 فران تورس بازی رو 3-0 به نفع بارسا میکنن. رافینیا در دقیقه 66 روی پاس گل رابرت لواندوفسکی بازی رو 4-0 به نفع بارسا میکنن. در دقیقه 81 نهایتا ژو کانسلو روی پاس گل لواندوفسکی بازی رو 5-1 به نفع بارسا میکنن که با همین نتیجه هم به پایان میرسه. بوندسلیگای آلمان: بایر مونیخ بایر لورکوزن با نتیجه 2-2 مساوی. بایر مونیخ با سیستم 4-2-3-1 وارد بازی میشه. اول راش درن دروازه که مینجا و پامکانو لایمر، دیویس، کیمیش، گورسکا، سان مولر، گنبی و هری کین. از طرف دیگه بایر لورکوزن با سیستم 3-4-2-1 وارد بازی میشه. هراسکی درن دروازه، کوسونو، تاه، توپسوا، آلدری، ژاکا، گریمالدو، ریمپون، هافمن، ویرتز و بونفیس بازیکنهای تیم بایر لورکوزن هستند. در دقیقه 7 هری کین 1-0 بایر مونیخ رو پیش میندازه و در دقیقه 24 گریماندو پاسخ گل رو میده و بازی 1-1 میشه. در دقیقه 86 لون گورتسکا بازی 2-1 میکنه و در دقیقه 90 وقت اضافه پالاسیوس گل رو برای بایر لورکوزن از روی نقطه پنالتی به ثمر میرسونه. آمار بازی: مالکیت توپ 52-48 برای بایر مونیخ. کارت زرد 3-0 بایر لورکوزن. کارت قرمز نداشت. موقعیت گل 15-12 بایر مونیخ. کورنر 7-4 بایر مونیخ. خطا 6-6 مساوی. ضربه آزاد 7-9 بایر مونیخ. آفساید 3-1 برای بایر لورکوزن. شده در چارچوب 9-5 بایر مونیخ و مهار توپ توسط دروازه‌بان 3-7 برای بایر لورکوزن. سری آ ایتالیا: اینتر و آس میلان با نتیجه 5-1 به نفع اینتر
به پایان رسید. اینتر با سیستم 3-5 به بازی اومد. یان زومر درون دروازه، باستونی، آچربی، دارمیان، دیمارکو، مختاریان، چانهالوغلو، بارلا، دورپرایز، مارتینز، مارکوس تورام. از طرف دیگه آسمیرو با سیستم 4-3 به بازی اومد. ماینان، کالابریا، کیار، تیاو، هرناندز، چیک، کرونچیچ، ریندرز، جیرو، لیاو و کریستیان پولوشیچ. در دقیقه 5 مختاریان یک گل رو به ثمر میرسونه برای اینتر و در دقیقه 38 مارکوس تورام روی پاس گل دامپرایز گل دوم رو برای اینتر به ثمر میرسونه. در دقیقه 50 رافائل لیاو روی پاس گل اولیوی جیرو بازی رو 2-1 میکنه. در دقیقه 69 باز هم مختاریان روی پاس گل مارتینز بازی رو 3-1 میکنه. در دقیقه 79 چالهانوغلو گل رو از روی نقطه پنالتی برای اینتر به ثمر میرسونه. فراسیزی در دقیقه 90 وقت اضافه روی پاس گل مختاریان گل پنجم اینتر رو به ثمر میرسونه و بازی با همین نتیجه به پایان میرسه. آمارهای بازی: مالکیت توپ 60-40 برای آسر میلان، کارت زرد 2-2 مساوی، کارت قرمز نداشتیم. موقعیت گل 14-9 برای اینتر، کرنر 5-0 برای اینتر و خطا 15-3 اینتر، ضربه آزاد 18-5 آسر میلان، آفساید 2-2 مساوی، شوت در چارچوب 7-2 برای اینتر و مهار توپ توسط دروازه‌بان 3-1 برای میلان. لو شامپیونه فرانسه پاری سن ژرمن نیست با نتیجه 3-2 به نفع نیست به پایان رسیده. پاری سن ژرمن با سیستم 4-3-3 وارد بازی شده. جان لوجی دوناروما درون دروازه، اشکرینیار، پریرا، حکیمی، هرناندز، ویتینیا، سولر، امری، امباپه، راموس و دمبله. از طرف دیگه نیستم با سیستم 4-3-3 وارد بازی شده. پولکا، تودیبو، دانته، بارد، لتونبا، سانسون، اندشمیه، تورام، موفی، دیوب و لابورده بازیکنهای تیم نینس هستن. در دقیقه 21 موفی نینس رو 1-0 پس پاری سن ژرمن پیش میندازه. در دقیقه 29 کیلیان امباپه روی پاس گل اشرف حکیمی بازی رو 1-1 میکنه. در دقیقه 53 لابورده روی پاس گل موفی بازی رو 2-1 به نفع نیس میکنه و در دقیقه 69 باز هم موفی گل رو برای نیس به ثمر میرسونه و بازی 3-1 میکنه. در دقیقه 87 کیلیان امباپه روی پاس گل کولومانی بازی رو 3-2 میکنه و در نهایت با همین نتیجه بازی به پایان میرسه. آمارهای بازی: مالکیت تو 69-31 برای پاری سن ژرمن، کارت زرد 5-2 نیس، کارت قرمز نداشتیم. موقعیت گل 14-12 نیس، کرنر 4-3 برای پاری سن ژرمن، خطا 17-8 برای نیس، ضربه آزاد 19-10 پاری سن ژرمن، آفساید 2-0 برای نیس و شوت در چارچوب 8-3 برای نیس. مهار توپ توسط دروازه‌بان 5-1 پاری سن ژرمن. در لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ و منچستر یونایتد توی مرحله گروهی با هم بازی کردن که نتیجه 4-3 به نفع بایرن مونیخ پایان یافت که یکی از مهمترین بازی مرحله گروهی بوده. بایرن مونیخ با سیستم 4-2-3-1 وارد بازی شد. اول راشترن دروازه کیم مینجا، اوپامکان، لایمر، دیویس، گرتسا، کیمیش، سان، موسیال، گنبری، هری کین و از طرف دیگه منچستر یونایتد با سیستم 4-2-3-1 وارد بازی شده. اونانا، لیندلوف، مارتینز، رگلون، دالوت، کاسمیرو، ریکسن، رشفورد، فرناندس، پلیستری، هویلند. در دقیقه 28 گروشتال روی پاس گل هری کین بازی رو 1-0 به نفع بایرن مونیخ میکنه. در دقیقه 32 گنبری روی پاس گل جمال موسیلو گل دوم رو برای بایرن مونیخ به ثمر میرسونه. در دقیقه 49 راموس، هویلند روی پاس گل رشفورد بازی رو 2-1 میکنه. در دقیقه 53 هری کین روی پنالتی گل سوم بایرن مونیخ رو به ثمر میرسونه. در دقیقه 88 کاسمیرو با روی پاس گل آنتونی مارشال بازی رو 3-2 میکنه. در دقیقه 90 در وقت اضافه ماتیس تل روی پاس گل جوش واکیمیش بازی رو 4-2 میکنه. در دقیقه 90 وقت اضافه کاسمیرو روی پاس گل برونو فرناندز بازی رو 4-3 میکنه. در نهایت با همین نتیجه بازی به پایان میرسه. آمارهای بازی: مالکیت تو 58-42 برای بایرن مونیخ، کارت زرد 1-1، کارت قرمز نداشتیم. موقعیت گل 18-8 برای بایرن مونیخ، کرنر 7-3 برای بایرن مونیخ، خطا 8-8، ضربه آزاد 9-7 برای منچستر یونایتد، آفساید 2-0 برای بایرن مونیخ، شوت در چارچوب 9-4 برای بایرن مونیخ و مهار توپ توسط دروازه‌بان 5-1
منچستر یونایتد. مرسی که تا انتها تماشای کردین. دمتون خیلی گرمه. لایک، کامنت، سابسکرایب کانالتون فراموش نشه. خیلی من دلگرم میکنه به کارم. اگر دوست داشتین واسه دوستاتونم بفرستین. پرچمتون خیلی بالاست تا ویدیو بعدی. فعلا خدا نگهدار.